یه گوشه کامپکت ولی لاکچری با توجه به قیمت 54.56 میلیونی که توی بازار ایران داره، گلکسی S24 معمولی. بریم ببینیم ارزش خرید داره یا نه. سلام به موبکس دوست داشتنی، من مهدی شجری هم. خیلی خوش اومدید به ویدیو بررسی دیگه از پرچمدار امسال سامسونگ ولی نسخه معمولیش، که گوشی کامپکت خوش دست جذاب خارق‌العاده ای، ولی آخر ویدیو شاید به این نتیجه برسید که ارزش خرید نداره، شاید هم به این نتیجه برسیم که ارزش خرید داره. پس اولین بخش طراحی، دور تا دور آلومینیوم، پشت شیشه، قاب پشتی یه طراحی مات داره، توی رنگ اینجا یه توسی خاصیه که ماته ولی جای اثر انگشت کثیفی روش میمونه، اما اونقدری آزاردهنده نیست. پکیج دوربینا هم که مثل تمام گوشی‌های سامسونگ، از اونی که 3 میلیونه تا اینی که 60 میلیونه و تا بالایی که 80 میلیونه، همشون همینه. دادا اونو سایلنت کن. 3 تا دوربین جزیره‌ای، یه دونه فلش، یه سری نوشته همین پایین هست. دور تا دور آلومینیوم، یعنی در حقیقت آرمور آلومینیوم 2 که یه نسل بهتر از نسل قبلیشه، ولی مثل S24 اولترا تیتانیوم نیست. زیر گوشی درگاه تایپ سی، خشاب سیم کارت، میکروفون، اسپیکری که خیلی بانمک شده، یه تیکاس اسپیکر، لبه سمت راستش دکمه پاور رو کم و زیاد کردن صدا، بالای گوشی میکروفون دیگه، و لبه سمت چپش کویر، خبر چیز خاصی نیست. پنل جلویی تخته مثل نسل قبلیش، یه تخت جذاب با حاشیه‌های ملایم جالب، دوربین سلفی توی پانچولون بالا دیده میشه. گوشی اندازه صفحه نمایش 6.2 اینچه و همین قضیه باعث میشه که گوشی سوپر کامپکت و خوش دست، گواهی IP68. واقعا جذابه، واقعا توی دست جذابه، و اگر من باشم بخوام یه گوشی استفاده بکنم که تمام طول روز باهاش حال کنم و ازش لذت ببرم، یه همچین گوشی با یه همچین سایز رو میگیرم. ولی به خاطر شغلی که من دارم که بلاگری و اینستاگرام و یوتیوب و اینا رو باید 24 چک کنم، نیاز به باتری زیاد دارم، نیاز به صفحه نمایش بزرگ دارم، من نمیتونم انتخابش کنم. اگر شما نیست مثل من شغلتون، برید سراغش، چون گوشی‌های کوچیک واقعا تجربه استفاده آدمو زمین تا آسمون فرق میکنن، انقدر که لذت بخشن و من واقعا دوستش دارم. بخش بعدی صفحه نمایشه، جایی که یه نمایشگر داینامیک امولد، البته LTPO، توی این گوشی به کار رفته. اندازه 6.2 اینچ، رزولوشنش فول اچ دی پلاس و 120 هرتزیه که حالا امسال ادابتیو هم هست، یعنی بین 1 تا 120 به گفته سامسونگ میتونه جابجا بشه، ولی تستی که ما کردیم روش بین 24 تا 120 جابجا میشه. من کمتر از 24 رو نمیتونم روش ببینم، شاید خیلی جاهایی که من نمیدونم چیکار باید بکنم روش اونجاها شاید، ولی 24 کافیه که میاد. همین قضیه باعث میشه که روونتر باشه و مصرف باتری بهتری داشته باشه. از نظر کیفیت که فوق‌العاده است، واقعا کیفیت خوبی داره، رزولوشن خوبی داره، کیفیت جنس رنگ‌ها با توجه به اون اداپتیوی که روش گذاشته واسه تشخیص رنگ متناسب با نور محیط فوق‌العاده جذابش میکنه. روشنایی عجیب و غریب مثبت 2500 نیتی بهتون میده که زیر نور مستقیم آفتاب که سهل زیر خود آفتاب هم وایسید، واقعا میتونه راضیتون بکنه. از نظر صفحه نمایش عالیه. فقط داستان همون 6.2 اینچ است که اونو تو بخش طراحی بهش پرداختیم. یه تیکه خوبم روی صفحه نمایش میگیره. بخش بعدی بخش باتریه، جایی که این گوشی 100 میلی آمپر ساعت نسبت به نسل قبلیش که 3900 بود بیشتر شده. باتری 4000 میلی آمپر ساعتیش، اما عملکرد خوبی داره. اونجوری نیستش که ناامیدتون بکنه، ولی توقع طبیعتاً گوشی اولترا یا حتی پلاسشو نباید ازش داشته باشید. باتری ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت تقریباً 6 7 ساعت میانگین بهتون اسکرین تایم میده. البته میتونید اگر باش مدارا بکنید حتی تا 8 ساعت هم اسکرین تایم ازش بگیرید و یه روز کامل رو نمیتونه بهتون فول بده، ولی اونجوری هم نیستش که اذیتتون کنه. آخر روز تقریبا بهتون یه 10-15% میده. اگر 9 صبح شروع بکنید، 8 ساعت با گوشی کار بکنید، تقریبا 7 ساعت با گوشی کار بکنید، یعنی همش روشن نباشه، میتونید آخر روز با یه 5-6-7-8-10% تمومش بکنید و بزنید تو شارژ تا فردا صبح دوباره بهتون خدمت بده. از نظر شارژ دهی واقعا خوبه، تقریبا یه ساعت کال آف دیوتی بازی کردن عدد جالب 10-11% شارژ رو کم میکنه که واقعا خوبه توی عملکرد بازی کردن، و میتونم بگم که قابل اتکای. با توجه به اینکه دارید یه گوشی کامپکت میگیرید، باتریش مثل پرچم‌دارا نیست ولی اذیت کننده هم نیست. توی باکسش هم که آداپتور نداره، 25 وات هم بیشتر پشتیبانی نمی‌کنه، 1 ساعت و ربع اینطور هم طول می‌کشه که فول شارژ بشه. اینم پکیج باتری، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، عملکرد سریع و روون،
و همین. بخش بعدی بخش دوربینه که به نسل قبلیش هیچ فرقی نداشته. سنسور اصلی 50 مگاپیکسل، یه 12 مگاپیکسلی اولترا واید، یه 10 مگاپیکسلی تلفوتو بهتون میده. عکسایی که باهاش ثبت میکنید واقعا در قد و قواره یه پرچمدار هستن، ولی سوپر پرچمداری مثل اولترا همین S24، مثل پرچمدار سامسونگ شیائومی، از این گوشی عکسای بهتری میتونن ثبت بکنن. ولی عکسایی که میگیره به نسبت نسل قبلیش هم دیتیل بیشتری داره، هم رنگا رو واقعی تر نشون میده. انگار سامسونگ توی سال جدیدی که این گوشی ها رو رونمایی کرده، حتی گوشی میاردش رو معرفی کرد و وارد بازار کرد، به این عقیده رسیده که عکس ها رو با اون هوش مصنوعی که براش تعریف کرده، اون ادیتایی که روش انجام میشه، با رنگ طبیعی که ثبت میشه ثبت کنه، یعنی وجود داره ثبت کنه. عکسایی که میگیره واقعا جالب و عالیه، تقریبا میشه گفت نقصی نداره، مخصوصا پورتراش. پورترایی که میگیره به نسبت نسل قبلی واقعا دیتیلی که روی سوژه هست بهتر و بهینه‌تر شده، نویزها به شدت کم میشن، عکس تو حالت شب واقعا عملکرد خوبی از خودشون به جا میذارن. و میتونم بگم که قشنگ پرچمدار رو دارید توی دوربینش، یعنی هر جوری که بخواید عکس بگیرید این گوشی بهتون کمک میکنه. ولی طبیعتاً اگر دوربین عکاسی براتون مهمه، یعنی عکس و ویدیو زیاد میگیرید، بهتره که برید رو نسخه‌های اولترا که تو جمع‌بندی نکته جالب بهتون میگم. تو فیلمبرداری هم دقیقاً همینطور، دقیقاً عملکرد خوب و عالی اگر نگم خیلی خوبیه که میتونید بهش اتکا کنید، اعتماد بکنید. استابلایزر خوب، نویزهای خوب، نورسنجی خوب و کارو براتون در میاره. یه دونه سلفی هم اینجا براتون بگیرم که دوربین سلفیش هم ببینید که همونطور که میبینید واقعا رنگ طبیعیه، تونسته نور رو مهار بکنه. دیتیلی که از سوژه ثبت کرده، ریشای منو اگر دقت بکنید واقعا دیتیل خوبیه. داینامیک رنجش خوبه که پیرن منو توی این مشکیه نسوزونده. اینجا تقریبا یه سایه روشنی بین صورت من و بقیه فضای محیط و اون نور زرد اون پشت هست که همه رو به خوبی در آورده. و واقعا پکیج دوربینش عالی نیست ولی خیلی خوبه، توی اوردر یه گوشی پرچمدار واقعا هست. اما خب از این بهتر هم ما داریم، چون یه پرچمدار معمولیه و نه سوپر پرچمدار. بخش بعدی بخش پردازنده است، جایی که نسخه‌ای که توی ایران میاد پردازنده اگزونوس 2400 داره که عملکرد پردازشی روونی بهتون میده، یعنی واقعا بازیای مثل کال آف دیوتی، مثل پابجی رو روون میتونه براتون اجرا بکنه. منتها پردازنده های اگزینوس افت پایداری رو همچنان دارن. سامسونگ پارسال از اگزینوس ها استفاده نکرد توی پرچم داراش، ولی امسال دوباره کامبک زد بود و اگزینوس 2400 و ادعاش اینه که با اسنپ دراگون 8 نسل 3 فرقی نداره. از نظر پردازشی و قدرت پردازشی، تستایی که توی بنچمارک ها گرفته میشه، خیلی شاید اختلاف وجود نداشته باشه، ولی از نظر پایداری بعد از یه مدت بازی کردن گوشی داغ میکنه، افت پایداری رو توش میبینید به نسبت گوشیایی که با پردازنده اسنپ دراگون 8 نسل 3 هستن. البته که سامسونگ چون پردازنده برای خودش و رابطه کاربری هم خودش توسعه داده، اون وان یو 6.1 رو، میشه گفتش که تونسته یه مچی بینشون ایجاد بکنه، اونقدری پایداریه افت پایداریه اذیتتون نمیکنه، ولی میتونه سیستم دارگونش بهتر باشه دیگه. اما از نظر پردازشی هم واقعا کاراتون رو روون اجرا میکنه. اگر اهل بازی های سنگین نیستید، که معمولا آدمایی که اهل بازی های سنگینن سراغ گوشی های کامپکت نمیرن، فوق العاده است. یعنی اگر بازی نمی کنید پردازندش اعجاب انگیز روون و خوب و سریه، ولی خب اگر اهل بازی هستید بهتره که سراغش نرید، چون هم صفحه نمایش کوچیک داره، هم داغ شدنش افت پایداریش میتونه اذیتتون بکنه. رابط کاربری وان یو آی 6.1 بر بستر اندروید 14 که قبلا یه ویدیو ساختم، کلی قابلیت AI توی این گوشی هستش که میتونید باهاش کارهای باحال بکنید. البته نکتهش اینجاست که بعد از یه مدت براتون خیلی دیگه عادی میشه، مثلا سرکل تو سرچ رو شاید ماهی یه بار هم ازش استفاده نکنید. اگر که مثلا بخواید سر کلاس برید، کلاسی که مثلا انگلیسی باشه که بتونید وایس رکورد بکنید، تبدیلش بکنه به متن، از این کارا میتونید باش بکنید که فکر نمیکنم خیلی به کارتون بیاد. اگر هم خواستید انجام بدید، ویدیویی که قبلا گذاشتم رو حتما ببینید. قابلیت های AI که روی S24 اولترا تو مراسم رونماییش کلی راجع بهش صحبت کرد، همشون توی این گوشی به کار رفته و میتونید ازش استفاده بکنید. و محیط کاربری هم روون و جالبه که 7 سالم آپدیت میگیره، دیگه چی بهتر از این. تقریبا در مورد همه چیزش صحبت کردیم، فقط مونده اسپیکرش. بریم که یه تست صدا هم ازش بشنویم که ببینیم عملکرد اسپیکر به چه صورته. این نصف صدا، صدا طبیعتا استریو تهش.
تفکیک فوق‌العاده، کیفیت آینه‌ای، بلندی خوب، واقعا عملکرد اسپیکر خوبی هم داره. مرسی از دیجیکالا که این گوشی برای بررسی در اختیار ما قرار داد. اگه قصد خریدش داشتید یه سری به دیجیکالا بزنید که بریم سراغ جنبندیش. طراحی کامپکت فوق‌العاده است، فوق‌العاده تو دست متریالی هم که ازش توش به کار رفته شده عالیه، صفحه نمایشش عالیه، باتریش معمولی رو به خوبه، کارتون رو در میاره، دوربینش واقعا خوبه، سخت افزارش اگر بازی سنگین نکنید عالیه، رابط کاربریش همه چیزی که باید داشته باشه رو داره، اسپیکر خوبی هم بهتون میده، ولی قیمتش 55 میلیون تومانه. الان که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم تقریبا هفته اول خردادیم و 55 میلیون تومان دقیقا میشه S23 اولترا. شما با خرید S23 اولترا واقعا انتخاب بهتری به نسبت S24 کردین، چون گوشی فوق‌العاده کامل تری دارین و گوشی دارید که اولترا، همه چیزش از این گوشی بهتره، با اینکه حتی یک سالم ازش عقب‌تره، قابلیت‌های AI آپدیت شده روش هست، قلم داره، دوربینش خفن‌تره، باتریش خفن‌تره، صفحه نمایشش بزرگتره، واقعا خفن‌تره و 55 میلیون تومان به این گوشی دیگه باید قلبشو داشته باشید که بخواید یه گوشی تو دست جمع و جور آپدیت جدید بگیرید، وگرنه توجیهی برای خریدش وجود نداره. گوشی خیلی جذابیه ولی اگر قیمتش مثلا رو اوردر 40 تومن بود که خب متاسفانه نیست، و S23 اولترا توی بازه 55 میلیون تومن سوپر بیشتر ارزش خرید بالاتری داره، ولی خب کامپکت لاکچری که اول ویدیو بهتون گفتم دقیقاً برای همین بود. اگر لاکچری هستید و دغدغه پول ندارید و میخواهید که یه گوشی کامپکت تو دست جمع و جور و با کارایی‌های خفن همه بخش‌ها خوب بتونه بهتون پاسخ بده و راضیتون بکنه، این گوشی ارزش خرید داره. در غیر این صورت برید سراغ S23 اولترا و از انتخابتون لذت ببرید. دمتون گرم که تا این آخر بمون اومدید. هر نظری راجع به این گوشی داشتید توی کامنت برام بنویسید. اگر تجربه استفاده از گوشی‌های سری S معمولی رو دارید، S22 اصلا S21 2 3 یا حتی 4 تو کامنت ها بنویسید و بگید که آیا توجیه داره که ما به جای S23 اولترا بریم سراغ S24 معمولی. دمتون گرم، لایک و کامنت و فالو سابسکرایب یادتون نره که واسه دلگرمی من هر چی دارم از حمایت تکتیک شماست. مرسی از همراهیتون. کات.